عالم امنیتش مورد مخاطره قرار گرفت. امنیت نعمتی است به تعبیر روایات، نعمتان مجهولتان از صحت و امان. آدم تا دوچار ناامنی نشه نمیفهمه امنیت یعنی چی، تا دوچار بیماری نشه نمیفهمه سلامت یعنی چی. امنیت یکی از مشخصه های زندگی فردی و اجتماعیه، لذا این امنیت با چنین سپری و با چنین جهادی برقرار میشه در جامعه. پس هدف اول اقتصاد شکوفا، هدف دوم ایجاد امنیت در جامعه. پس از این دو هدف مولا مسئله استصلاح اهل رو طرح میکنه، یعنی باید جامعه و مردم جامعه به صلاح برسن. این حرکت اصلاحی حرکت همه انبیا و اوصیای انبیا است. شما قرآن مطالعه کنید، ما اردت الا الاصلاح ما استطعت. شعیب میگه اراده من اصلاح. حضرت موسی به هارون میگه اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح باید بکنه. امیر المؤمنین در نامش به معاویه همین عبارت این که من اصلاحگرم رو بیان میکنه. سید الشهدا در حرکتش به سوی کربلا ابنی اريد الاصلاح في امه جدی، اصلاح رو طرح میکنه. حضرت حجت سلام الله علیه به عنوان مصلح جهانی معرفی شد. یعنی سومین هدفی که اینجا آمده اون هدف اساسی و اصلیه که جامع اجتماع به صلاح برسه. مؤلفه های صلاح و شایستگی در فرهنگ دینی چهار چیزه. یعنی اگه جامعه این چهار چیز رو داشت، جامعه شایسته است و اصلاح در اون جامعه محقق شده. یک، عقلانی بودن. این تأکید آیات بر تعقل و تدبر همینه، اما در چی تعقل کنن این مهمه. عقل یه نیروی ادراکی مثل دیدن، چشم میبینه، اما چی رو ببینه؟ زشتی ها رو یا خوبی ها رو و زیبایی ها رو، کارش دیدنه. چی رو ببینه؟ این کار مدیریت من هست که بیام چشمم رو روی زیبایی ها و خوبی ها باز کنم، نه روی زشتی ها. عقل هم یه نیروی ادراکیه، کارش تعقله. اما در چه تعقل کند، در چه اندیشه کند، اینجاست که نیاز به هدایت داره. آیا اندیشه خودم رو به کار بندازم تا بیشتر کلاه سر دیگری بذارم؟ اندیشه خودم رو به جریان بندازم برای دانش‌های بیهوده؟ به قول اون ادیب گفت مت فی قلبی شائبت و حتی، دارم میمیرم ولی نفهمیدم حتی اسم بود یا فعل بود یا حرف بود، ولی هرچی میخواد باشه. ذهنتی میخوای به این جهت بندازی که اینو بفهمی؟ یا اون انصاب عرب پیغمبر علیه و آله وارد مسجد شدن، دیدن یه عده دور یه نفر جمع شدن، فرمودن اون کیه؟ گفتن علامه هست. فرمودن یعنی چه علامه؟ گفتن این انصاب عرب رو، قبایل عرب رو میدونه کی باباش کی بوده، جدش کی بوده، هفت پشت و ده پشت چی بوده، جنگ ها چی بوده، نمیدونم چند تا جنگ بوده. حضرت فرمودن مگه این علمه؟ این چیزیست که دانستنش نفعی ندارد و ندانستنش ضرری ندارد. پس صرف علم و صرف تعقل مهم نیست، مهم این است که ما در چی اندیشه کنیم، در چی تفکر کنیم. همان گونه که گوش، چشم وسائل ادراک حسیان، درسته؟ هنر ما اینه که اینها رو در جهت مثبت به جریان بندازیم، خوبی ها را ببینیم، خوبی ها را بشنویم، خوبی ها را بگوییم.
عقلمون هم باید این طور باشه که به خوبی ها و به حقیقت ها و به واقعیت ها اندیشه کنیم و تفکر کنیم. اینی که اسلام میاد در جهت شایسته سازی مردم، اول به شایستگی عقلانی اونها توجه میکنه که نیروی خردتون رو در جهت مثبت فعال بکنید. اینی که مولا فرمود در نهج البلاغه هدف بعثت انبیا این بود لیسیرو لهم دفائن العقول، برای اینی که دفینه ها گنجینه های عقل اینها رو چکار کنه؟ احیا کنه و برانگیزانه. مثل اولین هدف شایستگی اوناست. شما زیاد دارید در روایات این موضوع، طرف آمد گفت آقا فلانی خیلی نماز میخونه، روزه زیاد میگیره، حضرت فرمی شیئون اعتادهو، این معتاده این کار، نگاه کنید عقلش رو میگید چی؟ این نیروی الهی رو چجوری صرفش میکنه؟ عقل خیلی مهمه که در واقع دین برخلاف ادیان به اصطلاح دیگر، البته ادیان در حالت تحریفیش، ولی ادیان مسیحیت و یهودیت که حرفی خلاف اسلام ندارن، که اونا نقطه مقابل عقلن، میگن ایمان بیار بعد بفهم، ما میگیم اول بفهم بعد ایمان بیار. جنبه تعقلی رو باش مبارزه میکنن، در صورتی که اسلام به تعقل تأکید میکنه. یکی از مستشرقها میگه من از دو چیز رسول الله فهمیدم که او صادق است و پیامبر. یک، این که هرچه که میگفت مردم رو دعوت به تعقل در گفته هاش میکرد، هر حرفی میزد میگفت اندیشه کنید در این، نمیگفت همینجوری بپذیرن، یعنی در صدد احیاء عقول مردم بود. دو، از عوامی مردم سوء استفاده نمیکرد. پسرش فوت کرد، حضرت ابراهیم مقارن با فوت کسوف شد در آسمان، مردم گفتن ها ببین پسر پیغمبر رفت و آسمونم این حادثه اتفاق افتاد. حضرت ایستاد گفت نخیر، این یه حادثه ایست، ربطی به مرگ فرزند من نداره، در حالی که میتونست از این عوام فریبی استفاده بکنه و نکرد. میبینیم که او و همه ائمه ما به این نکته توجه دارن که مسئله عقل رو طرح میکنن. شما اصول کافی، کتاب حدیثی شیعه و افتخار شیعه اینه، اولین باب اصول کافی باب العقل و الجهل، اول بحث عقل رو طرح میکنه بعد بحث خدا رو میگه، که خیلی منطقی هم از به اصطلاح امروزی ها اپیستمولوژی یعنی شناخت شناسی مقدمه بر آنتولوژی هستی شناسیه. کلینی رو رعایت کرده توی اصول کافیش، اول بحث شناخت رو طرح میکنه، تعقل رو طرح میکنه، روایاتش رو میاره. لذا جامعه صالح در دید امیر المؤمنین جان عالم به قربانش این است که عقلانیت مردم رو شکوفا کنه، جهت بده به تعقل و اندیشه اونها. دو، حالا این یکی که اینا رو که میگیم دریا حرف داره، واقعا بخوایم همین رو بحث کنیم تا آخر ماه رمضان همین یکی کافیه برای بحث. اما دیگه حالا فعلا اشاره است، در واقع نکته شایستگی دومی که دین در پی او هست شایستگی علمی است، اون عقل اون علم، اینا با هم فرق داره. علم نتیجه تعقله، توجه فرمودین؟ علم یعنی اون دانشی که برای انسان مفید هست، مثل دانش هایی که الان وجود داره، در قرآن در روایات تأکید شده که باید مسلمان ها دانش اندوز باشن، هم دانش دین داشته باشن هم دانش دنیای خودشون.
اینه که قرآن دست